حمله تند و بی‌سابقه پزشکیان به جلیلی و ستاد انتخاباتیش به خاطر تهمت‌هایی که توی چند روز اخیر به اون وارد کردن و پاسخ جلیلی به صحبت‌های پزشکیان. با ما همراه باشید، این لحظات جنجالی رو از مناظره امشب در دور دوم انتخابات می‌بینیم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب اولین شب مناظرات دو کاندیدای دور دوم ریاست جمهوری، آقای جلیلی و آقای پزشکیان، امشب برگزار شد که توی یکی از قسمت‌های جنجالی این مناظره صحبت‌هایی رو دو کاندیدا در مورد تهمت‌هایی که توی چند روز اخیر توسط رقیبشون و همینطور ستادها و طرفداران این رقبا انجام شده مطرح شد. توی این صحبت ها دکتر پزشکیان با حمله به سعید جلیلی و تیمش و ستاد انتخاباتیش و هواداراش گفتش که توی چند روز اخیر مبالغ خیلی هنگفتی توسط ستاد آقای جلیلی به خبرگزاری های مختلف از جمله رجا نیوز داده شده که خبرهای فیک و دروغی رو در مورد من منتشر بکنن تا افکار عمومی رو بر علیه من تحریک بکنن. اومدن از قول من خبر زدن که پزشکیان گفته بنزین رو میخوام خیلی گرون بکنم، یا اومدن از قول من صحبت‌های و حرفای زشتی رو در مورد مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان مطرح کردن، یا گفتن که فلانی پسرش گفته که فلان کار رو انجام میدم، که همه این حرفا دروغه و همش به خاطر پولی بوده که ستاد آقای جلیلی و هواداراش پرداخت کردن تا این اخبار منتشر بشه. من بارها صحبت‌های مستقیمی رو در مورد گرون کردن بنزین و همینطور صحبت‌های دیگر رو در مورد اهل سنت و قومیت‌های ایرانی انجام دادم که کاملاً مخالف این صحبت‌هاییه که امروز در رجا نیوز منتشر شده. بریم قسمت‌هایی از صحبت‌های پزشکیان رو گوش بدیم. در ادامه پاسخ جنجالی هم که جلیلی در باره این ادعای پزشکیان مطرح کرد رو هم می‌شنویم. یه خبری رو از ما در رسانه ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون میکنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کار رو نمیکنیم، ولی خب متاسفانه این رسانه ها کاری میکنن که همین خبرها رو به این شکل ترمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد، اینو به طور قاطع عرض کنم. یه خبر فیک باز از همین در رجا نیوز و یکی دیگه پول دادن 210 میلیون از قول ما در رسانه ها پخش کردن که فلانی پسرش گفته که سنی ها فلانند و به اصطلاح آقای عبدالحمید در زاهدان یه حرفای بدی ما گفتیم و مثلا بی احترامی کردیم. پول گرفته که قول من این حرف رو بزنه. من برای سنی ها میخوام بگم مثلا شما این دروغ هایی که مثلا اینا میگن و در رسانه ها پخش میکنن، یه دو آدم هم اینا رو گسترش میدن، خیلی زشته. اما سعید جلیلی هم بعد از این صحبت‌های پزشکیان یه جزوه چند صد صفحه‌ای رو نشون داد و گفتش که این مطالبی است که علیه من به دروغ توی رسانه‌های مختلف فقط در 48 ساعت اخیر منتشر شده که من برخی از اونها رو جمع‌آوری کردم که حجمش به این میزان زیاد بوده. قطعاً اگه افرادی حالا به تبع خودشون برای حمایت و طرفداری من اومده باشن و این کارها رو هم کرده باشن، قطعا از نظر من مورد قبول نیست. من بارها توی ستادهام به افراد مختلف به خاطر رعایت اخلاق انتخاباتی تذکر دادم و گفتم که هر جور که شده باید شأن رقبا حفظ بشه و اصلا تهمت یا حرف نادرستی علیه اونها زده نشه. همونطور که به آقای پزشکیان تهمت‌ها و دروغ‌هایی رو وارد کردن، توسط گروه‌های مختلف حامی پزشکیانم به من و افرادی که به من رأی دادن توهین شده. هنوز شمارش انتخابات تموم نشده بود که به این 9 میلیون نفری که به من رأی دادن اومدن و توهین کردن و به ما لفظ طالبان رو دادن که این افراد خواهان اومدن طالبان هستن. تازه این صحبت‌هایی بودش که مستقیما توسط نزدیکان آقای پزشکیان مطرح شد. بریم قسمت‌هایی از صحبت‌های جلیلی رو هم بشنویم. من در این فقط 48 ساعت گذشته این میزان مطلب علیه من تولید شده. مشکل نداره، ولی میخوام بگم اینهاست. بعد هیچ کدومم ربطی به موضوعات مردم نداره. بحث دروغ مطالب اینا که حالا
آقای پزشکیان برخی رو از اون طرف اشاره کردم، میخوام بگم این فضا حتما فضایی نیست که کمک کند به مشارکت مردم. من توصیه‌ای که از ابتدای شروع انتخابات داشتم، این رو به همه دوستانمون گفتیم که هیچ وقت به خاطر دنیای امثال من آخرت خودتون رو خراب نکنید، تقوا رو رعایت کنید و حدود فعالیت سیاسی اون خط قرمزش تقوای الهی است، چون فردا همه اینا رو باید جواب بدیم. نکته‌ای که جناب آقای پزشکیان فرمودن، من وقتی شنیدم بلافاصله به دوستان ستادمون گفتم ببینید چه کسی این کار کرده، حتما شما اعتراض کنید حتی اگه آقای پزشکیان اعتراض نکرد. البته که هیچ کدوم از کاندیداها به صورت مستقیم حمله یا توهین یا تهمتی رو به طرف مقابل نداشتن، ولی افراد نزدیک به هر دو کاندیدا این حملات رو انجام دادن. نمونش آقای منصوری رئیس ستاد تبلیغاتی آقای جلیلی بودش که مستقیما بارها به پزشکیان ظریف و حسن روحانی توهین‌هایی رو انجام داده بود و اونها رو با الفاظ بدی خطاب کرده بود. از طرف دیگه محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه اولین کسی بود که لفظ طالبان رو برای طرفداران سعید جلیلی مطرح کردش و صحبت‌هایی رو علیه اونها انجام داد و تهمت‌هایی رو به اونها وارد کرد، که خب بعد از وایرال شدن همین صحبت ها توسط سرتیم های تبلیغات دو نامزد، افراد پایین تر و مردم عادی هم این تهمت ها رو تکرار می کردن. نمونش هم اتفاقی بودش که صبح امروز برای آقای پزشکیان توی حرم عبدالعظیم افتاد و تعداد زیادی از افراد به ظاهر بسیجی با حمله به دکتر پزشکیان شعارهای مرگ بر منافق به اون دادن و حتی خود دکتر پزشکیان مدعی هستش که یک نفر با شوکر به اون حمله کرده، که خب قطعا این رفتار خلاف رفتار صحیح انتخاباتی هستش و باید با افراد خاطی از هر گروه و جناحی برخورد بشه و سرتیم هایی که حالا مورد تایید خود کاندیداها هستن هم نباید برخوردی خلاف قوانین داشته باشن، چون رئیس جمهور آینده به عنوان رئیس قوه مجریه مجری و اجرا کننده قانون هست و باید بیشتر از هر کسی به قوانین پایبند باشه. خب دوستان، حتما قسمت های دیگه هم از این مناظره جنجالی رو براتون توی کانال قرار میدم. حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید که به نظرتون توی مناظره امشب کدوم یکی از کاندیداها قوی تر عمل کرد و عمل کرده بهتری داشتش. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. همین الان هم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای دیگه ای هم که از مناظرات و حواشی انتخابات براتون میذارم رو از دست ندید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.